این سرنیزه برای نزدیک به 2000 سال بین پادشاهان و صاحب منصبان دست به دست شد تا سرانجام به موزه سلطنتی در وین اتریش رسید، جایی که هیتلر رو مسحور خودش کرد و دست یافتن به این سرنیزه به یکی از اهداف اصلی نبردهای اون تبدیل شد. این کتاب با عنوان نیزه سرنوشت منبع اصلی این ویدیو و چند ویدیوی آینده است و نویسندش تریور راونسکرافت عنوان کرده که بخشی از محتوای اون رو بر اساس نوشته ها و پژوهش های والتر یوهانس اشتین نهایی کرده. خود اشتین هم البته فیلسوفی اتریشی بود که درباره جام مقدس پژوهش های زیادی کرده بود و جز و اولین کسانی بود که به حکمت انسانی پرداخت، یعنی علم شناسایی طبیعت و ماهیت انسان. آدولف هیتلر در برابرم ایستاد. هیچ وقت تا این حد هیجان زده ندیده بودمش. دستهایم را گرفت و در حالی که به شدت فشارشان میداد از وعده‌ای خبر داد که بهش داده شده، اینکه یک روز از طرف مردم مأمور خواهد شد تا اونها را از بردگی آزاد کنه و به اوج آزادی برسوندشون، مأموریتی ویژه که بنا بود یک روز به او محول بشه. اینها بخشی از نوشته هایی هست که آگوست کوبیزک، دوست دوران نوجوانی آدولف هیتلر، در کتابش به اسم هیتلر جوان روایت دوستی ما نوشته. از روزی که هیتلر 15 ساله بعد از گوش دادن به یکی از اپراهای ریشارد واگنر به هیجان اومده بود و از تقدیری سخن میگفت که به نظرش در پیش رو داشت، هیجان و تقدیری که کمتر از 4 سال بعد در وین برای مدتی البته به فراموشی سپرده شد. این دو بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه در لینز اتریش به وین رفتند و در اتاق محقر در حاشیه شهر ساکن شدند به این امید که به دانشگاه برند. اما دانشگاه هنر وین با این استدلال که نقاشی های هیتلر به اندازه کافی برای دریافت پذیرش حرفه‌ای نیستند، درخواست تحصیلش رو رد کرد و دانشکده معماری هم مدارکش رو برای ادامه تحصیل در این رشته کافی ندونست. به این ترتیب در حالی که دوست و هم اتاقی هیتلر در رشته خودش یعنی موسیقی تحصیل رو شروع کرده بود، آدولف هیتلر زندگی محقرانه‌ای رو با فروش نقاشی‌هاش در خیابان می‌گذروند. در اغلب نوشته‌ها درباره زندگی هیتلر در این دوره اومده که اون بیشتر وقتها در کتابخانه شهر در حال مطالعه تاریخ، ادبیات و فلسفه آلمان و از همه مهمتر فولکلور و اساطیر اسکاندیناوی و توتنی یا نژاد قدیم آلمانی بود. در بسیاری از تحلیل‌ها گفته میشه که این رفتار هیتلر نشانه از بلا تکلیفی بود و اینکه برای پر کردن وقت مدام از مبحثی در ادبیات به سراغ موضوع دیگه‌ای در فلسفه یا تاریخ و اساطیر میرفت و مطالعاتش خط روایی ثابت و هدفمندی نداشت. اما اونچه اغلب از چشم این افراد مخفی مونده رویکرد هدفمندی بود که هیتلر برای شکل دادن به افکار و برنامه‌هاش در پیش گرفته بود. در دوره‌ای که زندگی هیتلر با فروش نقاشی‌های آبرنگ در حاشیه رودخانه دانوب می‌گذشت، موزه شهر یکی از مکان‌های مورد علاقه‌اش بود و اون می‌تونست ساعت‌ها در راهروهای موزه وقت بگذرونه، جایی که به طور اتفاقی مکالمه گروهی از بازدیدکننده‌ها رو در برابر یکی از غرفه‌های موزه می‌شنوه. اون خودش نوشته: آنها ناگهان در مقابل جایی که من بودم ایستادن و راهنمایی که همراهشان بود سرنیزه قدیمی را نشانشان داد. در ابتدا علاقه ای نداشتم بدانم این کارشناس چه توضیحی میداد و حضور این گروه به نظرم بیشتر حریم خصوصی من را به هم زده بود و رشته افکارم گسسته بود. اما بعد آنچه شنیدم واژه‌هایی بود که مسیر زندگیم را تغییر داد. درباره این سرنیزه افسانه‌ای هست که بر اساسش هر کس آن را در اختیار داشته باشد و بتواند به اسرارش پی ببرد، سرنوشت کل دنیا را در دست دارد و میتواند آن را به سمت خیر یا شر هدایت کند.
از اینجاست که سرنیزه سرنوشت به یکی از دغدغه های هیتلر تبدیل میشه و بعد از اون هست که سیر مطالعات پایان ناپذیرش در کتابخانه شروع میشه و شاید بشه پذیرفت که مطالعات اون درباره مباحث مختلف با اینکه در ظاهر آشفته و از روی بلا تکلیفی به نظر میرسیدن خط سیر مشخصی داشتند برای پی بردن به راز سرنیزه سرنوشت. یکی از سربازان نیزه خود را به پهلوی عیسی فرو کرد که در دم خون و آب از آن روان شد. این روایتی هست در انجیل یوحنا از روز به صلیب کشیده شدن مسیح. جزئیات بیشتر این هست که ظاهراً روحانی های یهودی اصرار داشتند مسیح تا پایان روزی که به صلیب کشیده شده بود کشته بشه و برای همین از حاکم رومی اورشلیم خواستند تا طبق رسم اعدام ساق پای کسانی رو که در اون روز به صلیب کشیده شده بودند بشکنند تا به مرگ اونها سرعت بدن و مطمئن بشن که تا قبل از پایان روز هیچ کدام زنده نمیمونن، درخواستی که پذیرفته میشه. اما به نوشته راونسکرافت پیش از اجرای این حکم سربازی که در نزدیکی مسیح مصلوب بود نیزه ای رو که در دست داشت در پهلوی مسیح فرو میکنه و اون رو میکشه. یه روایت این هست که در اون زمان مسیح به نظر میومده که مرده و نیازی به شکستن ساق پاهاش نبود و برای همین این سرباز میخواسته تنها از مرگ مسیح مطمئن بشه. اما یه روایت دیگه اینه که این سرباز از دیدن درد و رنجی که مسیح در طول روز کشیده بود به رحم اومده بود و نمیخواست با شکست شدن ساق پاهای مسیح اون درد و رنج بیشتری بکشه و برای همین اون رو راحت تر کشته. بچه مشترک هر دو روایت این هست که این سرباز مدت‌ها بود که داشت سوی چشمش رو به تدریج از دست می‌داد و می‌دونست که داره نابینا میشه، ولی وقتی پهلوی مسیح رو با نیزش زخم می‌کنه چند قطره از خون اون روی صورت و چشم‌هاش می‌ریزه و بلافاصله سوی چشم‌هاش برمیگرده. اون که این اتفاق رو یه معجزه می‌دونسته پای صلیب مسیحی میشه. به مرور به این سرباز لقب سنت داده میشه و مشابه جام و مقدس درباره نیزش که به پهلو و به روایتی قلب مسیح فرو رفته روایت‌های جادویی و ماورای زیادی نقل میشه، از جمله اینکه هر کس اون رو در اختیار داشته باشه از حمایت الهی برخورداره و دست به هر کاری بزنه موفق میشه. در طول تاریخ چندین سرنیزه به عنوان بخشی از این نیزه جادویی معرفی شدن، از جمله این سرنیزه در ارمنستان، سرنیزه در واتیکان و این سرنیزه مشخص در وین اتریش. ما در این سری ویدیو به وقایعی میپردازیم که به همین سرنیزه در وین ربط داره. از کنستانتین اول امپراتور روم نقش شده که یک روز در برابرش در آسمان صلیبی درخشان ظاهر شد و ندایی به او گفت که با قدرتی که از این صلیب پیدا میکنه میتونه دنیا رو فتح کنه. در اون زمان مسیحیان اقلیت کوچکی بودن و جایگاه اجتماعی قابل توجهی برای تبلیغ مذهب خود نداشتند، اما بعد از این مشاهده کنستانتین مسیحی میشه و مسیحیت رو هم مذهب رسمی روم میکنه. در دوره هلنا مادر کنستانتین مدعی میشه که در خواب محل دفن مسیح بهش نشون داده شده و راهی سرزمین فلسطین میشه و مشخصا به معبد ونوس در اورشلیم میره، معبدی که در دوره امپراتوری پیشین روم ساخته شده بود. اون دستور میده بنای معبد برداشته بشه و در سنگ بنا محوطه شبیه به مقبره ظاهر میشه، جایی که هلنا اعلام میکنه محل نگهداری جسد مسیح قبل از زنده شدن دوبارش بود. در همین محل هست که اونها تاج خار، سمیخ که ظاهرن برای به صلیب کشیدن مسیح استفاده شده بود و همینطور سه تیرک چوبی بزرگ به شکل صلیب پیدا میکنند. اینطور گفته شده که هلنا برای پی بردن به اینکه مسیح روی کدامی که از این تیرک ها کشته شده دستور میده جسد مردی رو بیارن و به ترتیب روی یکی از اونها بذارن. فرد مرده روی سومین صلیب چشماشو باز میکنه و زنده میشه که از نظر هلنا و بقیه حاضرین نشون میداد مسیح روی همین تیرک به صلیب کشیده شده.
گفته شده که در محل پیدا شدن مقبره که میشه محل معبد ونوس، این کلیسا به اسم کلیسای مقبره مقدس یا کلیسای رستاخیز ساخته میشه و هلنا تمام آنچه را که پیدا کرده بود در همین جا میذاره، به جز سه میخی که معتقد بود باشون مسیح به صلیب کشیده شده و اونها رو با خودش به سرزمین روم برمیگردونه. بر اساس روایت ها از این سه میخ یکی در تاج کنستانتین کار گذاشته میشه و یکی رو هم در یک سرنیزه جاساز میکنن، سرنیزه‌ای که کنستانتین در تمام نبردها همراه خودش داشت و مدعی بود که در دست گرفتن این سرنیزه بهش قدرت آینده نگری میده و در مواردی هم گفته بود که وقتی اون رو در دست داره در برابرش فردی ظاهر میشه که راه رو بهش نشون میده. اون باور داشت که این سرنیزه همچون تلسمی هست که پیروزیش در جنگ ها رو قطعی میکنه. بعد از کنستانتین دست کم 45 امپراتور و پادشاه جهانگشا اعلام کردند که این سرنیزه رو در اختیار دارن. از جمله گفته شده که فلاویوس آیتیوس ژنرال رومی با همراه داشتن این سرنیزه تونست در نبردهاش با هونهای تحت رهبری آتیلا به پیروزی برسه. جوستینیان یکم امپراتور روم شرقی که میخواست فرآیند آموزش فقط در اختیار مسیحیان باشه، در سال 529 میلادی و زمانی که دستور تعطیلی آکادمی نو افلاطونیان آتن را صادر کرد، این سرنیزه را در دست داشت. پادشاهان سلسله کارولنژی هم این سرنیزه رو در اختیار داشتن و اون رو نسل به نسل بین خودشون نگه داشتن و اگه سری ویدیوهای ما درباره جام مقدس رو دنبال کرده باشین، این سلسله فرزندان و نوادگان دیوان سالارانی بودن که با توطئه علیه پادشاهان مروونژی اونها رو از پادشاهی خلع کردن و خودشون بر تخت نشستن. در کتاب‌های تاریخ اغلب پادشاهان امپراتوری مقدس روم و شاهان پیروز آلمان مدعی بودند که داشتن این سرنیزه دلیل اصلی قدرت پیروزمندانشون است. از جمله شارلمانی، اولین پادشاه امپراتوری مقدس روم، همیشه این سرنیزه رو به همراه داشت و همینطور هاینریش اول و پسرش اوتوی بزرگ که اولین فرمانروای آلمان با لقب امپراتور هم حساب میشه و عملاً قلمرویش تحت عنوان رایش اول شناخته میشه. در تمام مدت باورها به قدرت جادویی این سرنیزه به جای خود بود، اما تا قرن 13 میلادی کسی اون رو به مسیح ربط نمیداد و بعد از اون هست که به تدریج اون رو به داستان شکافته شدن پهلوی مسیح ربط میدن. در نهایت زیگیزموند پادشاه آلمان این سرنیزه رو به همراه مجموعی از جواهرات و وسایل ارزشمند سلطنتی از پایتخت امپراتوری یعنی پراگ به نورنبرگ میفرسته و حکم میکنه که این آثار باید برای همیشه در نورنبرگ نگه داشته بشن. به نقل از اون اومده که سرزمین پدری یعنی آلمان تا زمانی که اینها در نورنبرگ هستند متحد و پیروز خواهد ماند. اما بعد از نزدیک به 500 سال و در سال 1796 میلادی با پیشروی ارتش انقلابی فرانسه به سمت نورنبرگ، تصمیم بر این میشه که این متعلقات آلمان به وین منتقل بشن تا از دست این نیروها در امان باشن. گفته شده که ناپلئون اولین امپراتور فرانسه یکی از کسانی بود که افسانه های مربوط به این سرنیزه رو باور داشت و بعد از پیروزی در نبرد آسترلیس در سال 1805 میلادی رسما خواهان دریافت این سرنیزه شد، در حالی که از انتقال مخفیانه اون به وین خبر نداشت و دستش هم به این سرنیزه نرسید. برای چندین سال سرنیزه به همراه بقیه متعلقات سلطنتی آلمان در وین مخفی موند، با این تصور که بعد از آرام شدن اوضاع دوباره به نورنبرگ و پادشاهی آلمان برگردانده میشه. اما سرنگونی این سلسله باعث پیچیده تر شدن وضعیت شد و در نهایت همه اونها در اختیار مقامات شهر وین قرار گرفت و به موزه رفت، جایی که هیتلر جوان در دوره‌ای که امید اندکی به آینده داشت به طور اتفاقی درباره قدرت افسانه اون شنید و سیر مطالعاتش رو برای پی بردن به راز اون شروع کرد.
در همین زمان هست که آگوست کوبیزک، دوست قدیمی و هم اتاقی هیتلر در وین، در کتابش نوشته که اون به طور ناگهانی و بدون خداحافظی ناپدید میشه و برای 4 سال ازش هیچ خبری در دست نبود. در روایت‌های رسمی و زندگی نامه‌های هیتلر اغلب اومده که این دوره 4 ساله تاریک‌ترین دوره زندگی هیتلر بود و اون در فقر کامل در مهمانخانه‌های ارزان زندگی می‌کرد و با فروش نقاشی‌هاش در خیابان‌های وین امرار معاش می‌کرد. اما خود هیتلر در کتاب نبرد من این سالها رو کلیدی ترین دوره زندگی خودش خونده و نوشته که تمام آنچه رو که برای رهبری حزب نازی لازم داشت در همین دوره یاد گرفته. ادعایی که هماهنگ است با باور ادعایی که معتقدند اون در این مدت در حال آشنا شدن با باورهای ماورایی و اسرارآمیز کهن بود و در آرزوی روزی که با در دست گرفتن سرنیزه سرنوشت دنیا رو در اختیار داشته باشد.